گلفشان، طارق و سمرخان با بایسیکلای خود از اسلام آباد پایتخت پاکستان تا دره هنجراب در سرحد پاکستان و چین سفر کردند. این سفر 1000 کیلومتر نه تنها از لحاظ فاصله بلکه از لحاظ سطح پایین خطرناک اکسیژن در این منطقه مرتفع آن طاقت فرسا بود. تو سایکلینگ هم لوگوں نے چھوٹے موٹے ٹورز کیے تھے. ما سفر کوتاه بایسکل سواری را انجام میدادیم، ولی این بار میخواستیم تا چیز بزرگتر را انجام دهیم و به جهان پتانسیل زنان پاکستانی را نشان داده بتانیم و ای که ما مانند سایر کشورها با کفایت هستیم. اور دوسرے انٹرنیشنلی جو ایک ایمیج بنا ہوا ہے کہ پاکستانی فیمیلز کو در دنیای بیرونی به سوی زنان پاکستانی به مسابقه قربانیان نگریسته می شود که اجازه حصول تحصیل و سهمگیری در ورزش ندارند. برای آمادگی این سفر، آنان آموزش دفاع خودی را فرا گرفته، روش ترمیم بایسیکل های خود را آموخته و مسیر را مطالعه کردند. آنها خریطه های را بستند که از 15 تا 20 کیلو وزن داشته و حاوی هر آن چیزی بود که آنها به آن در مسیر جاده نیاز داشتند. ولی همه چیزها تا زمان در حالت انتظار قرار داشت که آنها از خانواده های خود چراغ سبز یا اجازه به دست آورند. این مفکوره خود ما بود، ولی زنان نمی توانند ابتکارات بزرگ را مانند این بدون حمایت و اجازه خانواده‌هایشان انجام دهند. برای برخی از این سفر، این دختران و بایسیکل های آنان بر بزها سواری کردند و قافله های محلی امنیتی آنها را همراهی می کردند. پس از این اقدام ماجراجویانه آنان، اکنون بسیاری از دختران در سرتاسر کشور با امید رهنمودهایی که آنها چگونه سفر بایسیکل سواری مشابه را انجام دادن می توانند با آنان در تماس شده اند.